سلام سینه یغمایان هستم از آکادمی کاپیتانو با دوره کالی لینوکس در خدمت شما هستیم دوره کالی لینوکس قرار شما یاد بگیرید که چه جوری از ابزارهای کالی استفاده کنید و ابزارهای کالی هر کدومشون چه کاری انجام میدن و چه جوری کار میکنن زیر ساخت کارکردشون چیه قبل از اینکه شروع کنیم دوره رو برای آموزش بهتره که مروری روی ها داشته باشیم خیلی مختصر به خاطر اینکه تعداد اسلایدها و تعداد سرفصل آموزشیمون خیلی زیاده خب این اسلاید که مربوط به همین ویدیوی که دارید میبینید مقدم است و توی بحث آموزش اول از همه میریم سراغ کار با تمام ابزارهای کالی و توضیح کار توی حوزه های مختلف اول حوزه اینفورمیشن گدرینگ یا جمع اطلاعات با ابزارهای خیلی زیادی کار میکنیم ابزارهای قوی و هر کدوم رو هم توضیح میدیم که چه جوری کار میکنن تا حد امکان و مثال هایی از اونا میزنیم ممکنه بعضی هاشون نیاز به چندین مثال داشته باشن با این دیمیتری، هویز، مالتیگو، نت دیسکاور، این مپ، پی اف و ریکان و خیلی ابزارهای دیگه ای که اینجا دیگه جا نشد من به ترتیب بنویسم چون قراره که اینا یه ستون باشن ابزارهای زیادی داره همه اونها رو کار میکنیم و مثالهای مختلفی هم میزنیم و اگر ابزاری نیاز به پیش نیازی داشته باشه که اون پیش نیاز رو ندونید شما من حدس بزنم که نمیدونید اون پیش نیاز رو هم توضیح میدم اما دیگه در حد نتورک پلاس و حالا ال پی کی یک و اینا دیگه پایین نمیه و انتظار میره که شما در مورد نتورک پلاس دانشی داشته باشید حداقل بعد از اون وارد حوزه آنالیز آسیب پذیری ها این کلمه سخت انگلیسی vulnerability من دیگه اینو نمیگم یه بار گفتم دیگه نمیگمش چون ممکنه اشتباه بگید. وارد این حوزه میشیم با گولیسمرو لینیس کار میکنیم و ابزار بعدیش یونیکس و بهتون توضیح میدیم که آنالیز آسیب پذیری تو چند سطح ممکن اتفاق بیفته سطح سیستم خودتون سیستم تارگت یک وب سرور یا یک وبسایت هر کدوم از این ویدیوها ببخشید هر کدوم از این ابزارها ممکنه چندین ویدیو داشته باشن یعنی اون ابزارهایی که توی حالا اینفورمیشن گدرینگ دیدید مثل مالتیگو مثلا من فکر میکنم مالتیگو حداقل چهار تا ویدیو داشته باشه و به همین شکل همه ابزارها یعنی قرار نیست از روی اینها سرسری بگذاریم بگیم آقا سینتکس این اینه اینجوری کار میکنه و تمام نه قرار کار کردن باش رو یاد بگیرید و نحوه کار کردن اون ابزار رو هم قرار یاد بگیرید با مثال های زیاد بعد از اون وارد حوزه وب اپلیکیشن آنالیز میشیم با برب سویت، کامیکس، اچ تی ترک، پاروس و خب خیلی چیز کار میکنید اسکیل انجکشن رو توضیح میدم که یعنی چی مفهومش رو ممکنه خیلی ها گنگ بدونن یا چیزای شنیده باشن ولی کامل ندونن اسکیل مپ و در مورد دبلیو پی اسکن که مال وردپرس هستش توضیح خیلی خیلی خیلی, خیلی کامل میدیم و خیلی ابزارهای دیگه که مثل این سه نقطه ای که اینجا میبینید وجود دارن ولی ما اینجا جا نشده دیگه بنویسیم بعد از اون وارد حوزه دیتابیس اسسمنت میشیم با هکسور بیس جی اسکیول انجکشن او اسکنر اسکیولایت اس اس و این ابزار عجیب غریب کار میکنیم این اسمش مخفف کاری که انجام میده حالا توی ویدیوش که برسیم میبینید چیه مخفف چیه تی ان اس سی ام دی تن جی و با همین کار میکنیم مثال های زیادی میزنیم بعد از اون وارد بحث پسورد اتاک حوزه محبوب آدمایی میشه که توی حالا کرک کردن پسورد اینها خیلی دوست دارن ماهر بشن با ابزارهایی که رو خود کالی از کار میکنیم و احتمالا هم از هر کدومشون دو سه تا مثال کاربردی بزنیم و ابزارهای دیگه که اینجا جا نشده بازم بگیم کول کرانچ cool, هشکت جان جانی مدوسا انکرک و آف کرک چیزایی هستن که اینجا جا شده بعد از اون وارد حوزه وایل سکینگ میشیم وایل هکینگ حوزه خیلی بزرگیه یعنی نمیشه توی مثلا ده جلسه 20 جلسه تمومش کرد و اگر بخواید خیلی جزئی و خیلی خوب یاد بگیرید باید دوره وایل هکینگ رو بگذرونید اما از اونجایی که ما قراره به شما کاربردی یاد بدیم این ابزارها رو من کارکرد اکراکنجی که برسیم حالا بحث مانیتورینگ بحث حالا انواع انکریپشن ها و اینا رو بهتون توضیح میدم نگران نباشید یاد میگیرید که یک متد امنیتی چه جوری دور میخوره و چه جوری میشه اونو دور زد با شیر فرن کوپاتی گوس فیشر کیسمن امدیکیتری و خیلی ابزارهای دیگه که بازم جا نشده کار میکنیم و وایلس هکینگ رو تقریبا میشه گفت 70 درصدش رو توی کاربردی یاد میگیرید بعد از اون وارد حوزه ریورس انجینیرینگ یا مهندسی معکوس میشیم ای پی تول ابزاری هستش که خب خیلی استفاده میشه چه تو اندروید هکینگ چه حالا توی حوزه همون ریورس انجینیرینگ برای همین کامل توضیحش میدیم سی لنگ اکس تو جر ای دی بی و جاد رو میگیم خدمتتون که چیکار میکنن اما به خاطر اینکه خب بحث در مورد برنامه نویسیه و ممکنه دوستانی باشن که اصلا توی حوزه برنامه نویسی کاری نکردن و یا اصلا حوزه تخصصیشون نیست دیگه خیلی وارد مثالش نمیشیم و توضیح میدیم که چجوری کار میکنن با یکی دوتا مثال کوتاه. بعد از اون وارد حوزه اکسپلویتیشن میشیم خب این حوزه هم خیلی بزرگی اما سعی میکنیم تا جایی که بشه مفهومی بهتون یاد بدیم و البته کاربردی آرمیتیج یا آرمیتاج بیف متا سرچ اسپلویت ترمینیتر ام پیلود ونام همه اینها رو کار میکنیم و مطمئن باشید که این بحث بحث مورد علاقتون خواهد شد چون تروجان ساختن رو اینجا یاد میگیرید توضیح میدیم تروجان چیه نگران نباشید بحث اسنیفینگ و اسپوفینگ رو هم واردش میشیم کسایی که توی بخش مانیتورینگ یا دیتا آنالیز کار میکنن یا ترافیک آنالیز شبکه کار میکنن با این ابزارها آشنا هستن با دیفالت وایر شارک که بزرگترینشونه و معروفترینشون تقریبا ریسپاندر نت اسنیف ام رو توضیح میدیم یعنی میگیم مفهومش چیه همتون احتمالا اسمش رو شنیدید اما ممکنه بعضی ها گنگ بدونن اینکه یکی یه چیزی رو بدونه و اینکه یکی یه چیزی رو ندونه دو تا بحث جدا هن. ولی اینکه یه چیزی رو نصف نیمه بدونید خیلی بده و از ندونستنش بدتره ام آی رو بهتون توضیح میدم با مک چنجر و اترکپ اترکپ و کار میکنی و ابزارهای دیگه ای که باز جا نشده بنویسیم و بحث جذابی خواهد بود توی حوزه پست اکسپلویتیشن در مورد اعمالی توضیح میدیم که بعد از هک کردن اتفاق میفته این رو هم بهتون میگیم بکتور فکتوری آه. بی دی اف پراکسی اگزیتو هگز میمیکاتس نیشانک پاور اسپلویت این سه تا ابزار سنگین و حرفه ای هستن و بهتون توصیه میکنم بعد از اینکه ویدیو اینا رو دیدید حتما 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 خودتون خیلی 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 زیاد روشون وقت بذارید بعد از اون وارد حوزه فارنزیک میشیم که مربوط هستش به هکرهای کلاه سفید یا ردگیری هکرهای کلاه سیاه و کلاه خاکستری با ابزارهای اوتو سپای، بین واک، بالک اکسترکتور، سی ایچ روت کیت، گالتا و ولافاکس رو هشتیب کار میکنیم بهتون میگیم میگیم چجوری مموری دامپو بهتون یاد میدیم و مطمئن باشید که اگر وارد حوزه فارنزیک بشید خیلی راه زیادی در پیش دارید و به این ابزارها و چیزهای بعدی که حالا تو ویدیو میبینید ختم نمیشه طولانی تره و خیلی هم نیاز به سواد بالایی داره ولی وقتی تموم بشه مطمئن باشید که خودتون از خودتون احساس رضایت خیلی کاملی خواهید داشت بعد از اون وارد حوزه ریپورتینگ تولز میشیم با کاتی کپت کار میکنیم درادیس فاراد ای دی ای مالتگو پیپال و ریکورد ماید استاپ رو هم بهتون توضیح میدم چیه و با اینا کار میکنیم هر کدوم توی حوزه ریپورتینگ تولز استفاده متفاوتی دارن بعد از اون وارد حوزه سوشل انجینیرینگ یا مهندسی اجتماعی میشیم این حوزه به جز یوتری پاون و سوشال انجینیرینگ تول کیت و فکر میکنم بیف ایکس اس اس بقیهش توی دوره های قبلی توی سرفصل قبلی توضیح داده شده خود سوشال انجینیرینگ سوشال انجینیرینگ تول کیت ببخشید چند ویدیو میشه و در نهایت هم بخش های سیستم سرویس و جوال اپلیکیشنز چون بخش خیلی مهمی نیستن دیگه اینجا ننوشتیم سرفصل شد یعنی ویدیو ها شد توضیح میدیم سه تا سرویس سیستمیه که حالا نمیدونم چرا کالی اینقدر دم دست گذاشتتش سرویس های خیلی زیادی داره یوجوال اپ هم شامل اپلیکیشن های مثل فایرفاکس اکسپلورر کالی و ترمینال و خیلی حالا ابزار هایی که دم دستمون هست از اونا تشکیل شده در نهایت هم در مورد فرایند تست نفوذ توضیح میدیم خیلی مهمه توی حوزه کاری اگر بخوای وارد بشی و خط قرمز و جرایم سایبری در ایران رو میگیم اگر به این ویدیو قرار نیست توجه کنید کلا این آموزش ها رو نبینید چون به ضررتون تموم میشه و خیلی ها هستن که به خاطر جدی نگرفتن خط قرمز ها الان دارن تقاس پس میدن تقاس های فوق العاده سنگینی داره و در نهایت هم بهتون میگم که ادامه راهتون برای موفق شدن توی حوزه حک و امنیت چیه چه دوره هایی رو باید بگذارید؟ خب بریم شروع کنیم آموزش های عملی رو و دیگه این بحث های تئوریک رو تموم کنیم